تو این ویدیو میخوام یک روش شناسایی جهت تاروپود در رابطه با پارچه و تورهای تاریپودی که از یک سمت کشتانی دارن بهتون بگم و اینکه رو کدوم جهت خامکدوزی یا هر نوع گلدوزی دیگر رو انجام بدیم بهتره و دوختمون قشنگتر میاد. این روش برای خیلی از پارچه ها و تورهایی که از یک سمت کشتانی دارن صدق میکنه و شما میتونید با این روش جهت تار و پود پارچه یا تورتون رو مشخص کنید. نگاه کنید، من با دستم از دو طرف تور رو میکشم و میزان کشتانی تور رو یا پارچه رو از یک سمت چک میکنم، 90 درجه میچرخونمش، از سمت دیگه هم چک میکنم. از این طرف که میکشم میزان کشتانی نسبت به این جهت قبلی خیلی بیشتره. نگاه کنید، قشنگ کش میاد ولی خب از این طرف اونقدر کش نمیاد. پس دقت کنید، پارچه و تورهایی که از یک سمت کشتانی دارن و کش میان معمولا اون سمتی که کشتان داره و کشتانی توش دیده میشه پود پارچه یا پود توره و اون سمتی که کشتانی توش خیلی کمه یا اصلا دیده نمیشه تار پارچه یا تار تور حساب میشه. پس شد این طرف تار تور و این طرف هم پود تور. حالا ببینیم رو کدوم جهت خامک دوزی، دوخت قبطومار، شماره دوزی یا هر نوع دوختی که نیاز به شمردن تار داریم رو کدوم جهت بدوزیم خیلی قشنگتر و بهتر میاد دوختامون. این نمونه دوخت رو من اینجا انجام دادم. ببینید اینا هم چک میکنیم، از دو طرف میکشم، ببینید کش میاد. از این طرف بکشم اونقدی کش نمیاد، دیده میشه. ببینید اصلا کش نمیاد، خیلی کم کش میاد این طرف. پس میزان کشتانی این سمت خیلی بیشتر از این سمته. این طرف پس میشه پود تور، این طرف که میزان کشتانیش خیلی کمتره میشه تار تور. پس من به این جهت میدوزم که دوختام کشیده تر و قشنگتر به چشم بیاد.